سلام به دوستان بابا پس. امروز این غذای خوشمزه رو درست کردم که دوست دارم با شما به اشتراک بذارم. البته این آش رشته سبزیاش تازه بود و رشتهش رو هم تازه درست کردم. اگر تا کنون بابا پز رو سابسکرایب نکردید، لطفاً همین حالا انجام بدید. بریم ببینیم که چجوری رشته درست میشه و چجوری این آش رشته خونگی، هومد و خوشمزه به چه طریقی درست شد. برای خمیر درست کردن اولین کاری که میکنم این هست که دو تا لیوان آرد رو میریزم روی همین نیز. البته نیز رو تمیز کردم، میخوام دقیقا مثل پاکستانی هندی ها درست کنم. چاینیز ها و یک قاشق چای خوری نمک به این اضافه میکنم. یک نکته مهم باید توجه کنید که بیشتر آردها مایه خمیر قاطی داره در خارج از ایران، پس شما باید یک آرد انتخاب کنید که پلین باشه، یعنی هیچی نداشته باشه، چون در این جریان شما به هیچ وجه مایه خمیر استفاده نمی کنید. الان من اینا رو مخلوط میکنم، بعد وسطش رو باز میکنم. توجه کنید که بایستی آب رو کم کم بدید، چون خمیر نبایستی خمیر شل باشه، خمیرش باید خمیر سفتی باشه. یک کمی آب رو من ریختم داخل این، ببینید به این طریق این رو حلش میکنم. باز دوباره یک کمی دیگه آب بهش خاطی میکنم، ببینید به همین طریق تا خمیر درست بشه. توجه کنید به خمیر، من برای این 400 گرم که آرد ریختم یه لیوان آب گذاشتم. ببینید هنوز نصفی از لیوان آب باقی مانده. این یه ذره دیگه میریزم روی این، بعد ماساژش میدم. ببینید خمیرم به چه صورت در اومد، زیاد شل نیست، زیادم سفت نیست. الان این رو میذارم یه نیم ساعتی استراحت کنه. به این صورت که مشاهده میکنید در هم و هوای آشپزخونه میذارم بمونه، احتیاج نداره که جایی سرد و گرمی چیزی باشه، همین در هوای آشپزخونه میمونه تا نوبتش برسه. خمیر رو به 4 قسمت تقسیم کردم. البته اگر میز کارم بزرگتر بود 2 قسمت هم کافی بود، ولی من 4 قسمت کردم. یکیش رو ببینید به این صورت گشتم توی آرد، با دست یه مقدار پنش میکنم، بعد با وردونه اینو نازکش میکنم. هر 4 خمیر رو تا این اندازه باز کردم. الان یه خورده آرد میریزم اینجا و دوتا دوتا روی همدیگه اینا رو بازشون میکنم که بیشتر بشه. البته این زخامتش هنوز کلفت هست، باید این نصف این زخامت درست بشه. به این صورت یک کم میندازم روی این دوتا دوتا، اینا رو یه خورده بازشون میکنم. این دوتا رو توجه کنید، من دوربین بیارم نزدیک تا ببینید زخامت این به چه اندازه هست. دیگه نازکتر از این فایده ای نداره. هر 4 تا خمیر رو ببینید به این صورت باز شد. حالا برای بریدن میبینید این آرد روش هست، بایستی آرد بیشتر ریخته بشه که به هم نچسبه. و این اصلا مهم نیست هر چقدر آرد بریزید، چون بعدا اینا رو میتونیم بتکونیمش. به این صورت برای برش دادن من روی این میز کار نمی کنم، چون که چاقو امکان داره خط بندازه روی این میز خراب بکنه. این تخته رو گذاشتم اینجا. برای بریدن البته میتونید از این ور تا کنید، میتونید از اون ور تا کنید، و این تقریبا هم شکل هست، به خاطر اینکه این
دایره من خیلی بزرگ نیست و همین گونه هست. پس یه دونه اینجوری که از این ورطه میکنیم، یه دونه از اون ورطه میکنیم. ولی قبل از این یه کمی باید آرد بریزم اینجا. گفتم اصلا از آرد نترسیم، این رو به این صورت، بعد یه مقدار آرد اینجا و این رو به این صورت، به این طریق میاریمش اینجا. بعد از اینجا شروع میکنیم به بریدن. یادم هست زمانی که مادرم میخواست ببره این دستش رو اینجوری میذاشت، بعد اینا رو به این صورت میبرید. سعی میکنم من به این طریق خیلی نازک فشار، البته من اصلا روی خمیر نمیارم، چون حالا هرچی که بیام وسط تر راحت تر میشه. البته میدونم که بعضیا این دستگاه های اسپاگتی سازی رو استفاده میکنن، ولی به قول انگلیسی ها باید خیلی جنتلی باش برخورد کنی، یعنی خیلی با ظرافت، خیلی آروم باید این کار رو انجام بده. طوری که میبینید رشته ها رو چجوری در میاد به این صورت. من اینا رو میبرم آماده میکنم بهتون نشون میدم. طریقش رو به دست آوردم به خاطر که با این ساتور الان که دارم میبرم خیلی خیلی نازوتر، خیلی بهتر اونجور که میخوام قشنگ در میاد. خمیر رشته بریده شد، رشته ها به این صورت در اومد و من خیلی خیلی راضی هستم از این ابعادی که در اومده. حالا یه موضوعی هست، اگر دوست دارید همین تازه تازه این استفاده کنید هیچ مشکلی ندارید، میذارید قشنگ نخود و لوبیا عدس و سبزی که کاملا پخته شد این رو هم میریزید توش و دو تا سه تا قلوبات بزنه. ولی اگر تصمیم دارید که در روزهای دیگه استفاده کنید، این رو روی یک پارچه تمیز خیلی خیلی به صورت یک لایه نازک اینجوری پهن میکنید و فردا باز دوباره اینا رو یه اینور اونور میکنید. این در عرض یک روز حتی اکثر دو روز کاملا خوش میشه و شما میتونید این رو مدت ها نگه دارید. مسئله دوم که در آش رشته خیلی مهم هست این هست که سبزیش باید به اندازه کافی باشه و نوعهای مختلف. یه بسته من اینجا شوید دارم، اسفناج دارم، جعفری دارم، گشنیز دارم و تره. چون تره در اینجا گیر نمیاد من تره فرنگی گرفتم اینجوری اینا رو ریز میبرم. ببینید من ساقه ها رو خیلی زیاد نکندم چون این ساقه ها تمامشون طعم میده و مزه میده، مخصوصا این در این کشورهای اروپایی که سبزیجات خیلی گرون هست باید یک کمی مراعات بکنید. خب اینا رو من ریز خورد میکنم، آماده میکنم و بهتون نشون میدم. سبزی‌ها رو که قاچ کردم جدا جدا گذاشتم که بهتون نشون بدم. این شیویدم هست، ببینید به چه ابعادی اینا رو خرد کردم. این گشنیز هست، این جعفری هست، این اسفناج هست، اینم هم همان تره فرنگی هست که به این صورت خرد شد. بخش دیگه آش رشته حبوبات هست. توجه کنید من الان سه مدل رو بهتون نشون میدم. قرمز هست، لوبیای چیتی هست و نخود. اینا رو با هم دیگه گذاشتم پخته شده و این هم عدس هست. اگر به پخت این نگاه کنید می‌بینید هنوز یه کمی باستی فشار بدید تا این پخته بشه، یعنی در حدود 90% پخته، بقیه‌اش هم داخل غذا پخته میشه. چون مواد من پخته شده از قبل، این حبوبات رو می‌ریزم. عدس رو هم میریزم. دو تا
قرص مخصوص سوپ گیاهی رو هم این رو اضافه میکنم. این سبزی ها رو ریختم و حالا آب جوش روی این میریزم و میدارم تا سبزی بپزه. البته میدونم که آبش کافی نیست، یه مقدار دیگه آب باید بریزم، ولی یه کمی که سبزی ها پخته شدن اون آب رو هم بریزم. یکی از خوشمزگی های این غذا پیازداخ هست. پیازداخ خیلی خیلی در این غذا مهم هست. من 3 تا پیاز متوسط رو به این صورت ریز کردم که میخوام تو روغن سرخ کنم. بعدشم 4 تا حبه سیر رو له کردم که اینم قاطی میکنم. بعد بقیه چیزا رو هم پشت سر هم نشونتون میدم. پیاز داره سرخ میشه و ببینید که به این مرحله رسیده. الان هست که بایستی این سیر رو بهش اضافه کنم. این هم همون سیر هست. در این زمان هست که بایستی من به مقداری زردچوبه و فلفل، من باید بستگی داره به میلتون چقدر فلفل بریزیم، و یک کاشوق غذاخوری نمک. در مورد نمک باید بگم که چون رشته خودم درست کردم شور نیست، کشک رو هم خودم درست کردم شور نیست، به خاطر همین است نمک میزم. ولی اگر نبود، هوم‌مید نبود یا دستاز خودم نبود، 100% نمک میذاشتم در آخرین لحظه مزه میکردم و بعد میرفتم داخلش. این هم ادویه ها، فلفل سیاه و فلفل معمولی، زردچوبه به اضافه این نمک. برای تزیین روی آش من یه خورده سیر رو به این صورت سرخ کردم و همچنین این پیازداغ رو خیلی کرانچی قریچ قریچی درست کردم. فقط مونده که نعنا داغم درست بکنم و بریم به مراحل بعدی. برای نعنا داغ روغن رو میذارید گرم میشه. موقع که گرم شد حرارت رو خاموش میکنید و به اصطلاح نعنا خوش رو داخل اون میریزید و به هم میزنید. این هست، نباستی روی حرارت باشه تا اون مزه خودش رو و رنگ خودش رو نگه داره و الا تلخ میشه و غذاتون رو از بین میبره. من الان خاموش کردم زیرش رو. نشون ندارم که دیگه روی اجاق باشه. توجه کنید آش رشته الان بدون این که رشته در داخلش باشه به این شکل در اومده. الان وقتش هست که دیگه ما رشته رو بریزیم داخلش. من رشته رو بخوام بریزم، اینید نگاه کنید رشته اینجاست. اینا رو اینجوری تکونش میدم که آردش ازش گرفته بشه. بعدش به این صورت رهاش میکنم توی این. من یه دفعه دیگه اینجا نشون بدم. این به این صورت رهاش میکنم توی این. ذره ذره میزنم به هم دیگه، همش رو یه دفعه نمیریزم که خمیر بشه. باید این مواظب باشید. من بایستی این رو به هم بزنید که نچسبه. میبخشید یک دستم دوربین هست و یک دستم به این چیزا. بعض زمانها دوربین بالا و پایین میشه و درست دیده نمیشه، ولی الان مسلط‌تر هستم. همین عمل انجام میدم که تمام رشته ها بره داخلش. این کشک دستاز خودم هست
که توی یخچال بوده، روشم روغن ریختم که کپک نزنه. الان دو قاشق از این رو، دو قاشق غذاخوری از این رو من میزنم توی این بشقاب، با یه ذره آب گرم قاطی میکنم، یا شاید هم اصلا ببینم از آب آش قاطی بکنم، میریزم توی این آش تا یک کمی مزه بهتری بگیره. غلظتش رو ببینید که به چه صورت هست. دو قاشق کشک رو هم اضافه کردم. الان زمانی است که بایستی بچشی. اگر نمکی کم داره یا فلفل کم داره بهش اضافه کنی، به جز این دیگه کاری نداره. آماده است. ببینید رشته ها کاملا قشنگ پخته شده، همه چیز هم به خوبی دیده میشه. احساس میکنم یه کمی نمکش کمه و تندش هم یه کمی کم هست. این رو اضافه میکنم و بعدش این رو تزیینش میکنم. این مطلبی رو که الان میگم در مورد همه آش ها صدق میکنه. برای که آش رو بخواید به زیبایی تزیینش بکنید، باز تیره زده یه کمی بمونه. میدید الان من دستم رو که فشار میدم رو این، دستم چیه؟ نمیره تو، خیس نمیشه. این در واقع خودش رو یه کمی گرفته، مثل ماسک چربه میبنده. این اینجوری هست. حتی برای این الان اینجا رو شما نگاه کنید، این پیازا که ریختم روش، قشنگ روش باقی مانده. اگر خیلی گرم باشه بریزی میره پایین. پس این رو حتما در مورد هر آشی که دارید رعایت کنید که بتونید به خوبی تزیینش کنید. این آش رشته هوم‌مید که همه چیش تازه بود تموم شد، واقعا از نظر طعم و مزه بی نظیر هست. اگر دوست داری یک آش رشته مجلسی بخوری، این آش رشته هست، نه اونایی که چیزای آماده توش می‌ریزن. امیدوارم شما هم به همین طریق درست کنید، بخورید، لذت ببرید. نوش جانتون.